عصبی رو با دفتر یهود مبارزه با یهود ستیزی در واقع ادغام میکنیم و همهقامشون رو میبریم بالاتر. از الان بلافاصله هر کدوم از این دفترها مستقیما برای به گزارش میدن به معاون آزادی های انسانی و حقوق بشر. آقای سم برانبک مستقیما به خود من گزارش رو ادامه میده، همینطور میده این سازماندهی مجدد این دو تا دفتر رو به نیروهای بهشون نیروها و منابع بیشتری در اختیارشون قرار میده و در داخل گروه ما و همینطور در خارج از اون، در داخل سازمان و خارج از اون، و اجازه میده که وظایفشون رو وظایف سیستمشون به خوبی انجام بده. دومین چیزی اینه که با کمال خوشحالی میخوام اعلام بکنم انتشار گزارش سالانه آزادی مذهبی بین‌المللی در سال 2018 رو مثل یک کارنامه است که کشورها رو ردیابی میکنه و میبینه که چقدر اهمیت قائل شدن، احترام قائل شدن برای حقوق بشر. خبر خوب در ازبکستان هنوز خیلی کارا باید انجام بشه، اما برای اولین بار در 13 سال گذشته دیگه به عنوان کشوری که نگرانی خاص هست به قول معروف شناخته نمیشه. در سال گذشته 1500 زندانی دینی آزاد شدن و 16000 نفر که به خاطر وابستگی به مذهبیشون در لیست سیاه قرار گرفته بودن الان خارج شدن از این لیست. ما چشم راه این هستیم که ببینیم که اصلاحات قانونی انجام میشه تا به این ترتیب مردمشون بتونن آزادانه به دینشون بپردازن و فرزندشون در مساجد بتونن در واقع به همراه پدر مادرشون نیایش. در پاکستان دادگاه کل یک کاتولیک، یک پیرو کاتولیک به نام آسیا بی بی رو که به کفر محکوم شده بود در واقع ایشون رو از مجازات اعدام نجات داد و بعد از اینکه تقریبا 10 سال در زندان بود ایشون رو آزاد کرد. اما هنوز بیش از 40 نفر دیگه هنوز تو زندان هستن و ما همچنان به تلاشمون تقاضامون برای آزادی اونا ادامه میدیم. در ترکیه در به خاص پرزیدنت ترامپ یک کشیش به نام اندرو برانسون که واقعا بی خود بی جهت در زندانی شد به خاطر دینش آزاد شد و ما به کارمون ادامه میدیم و همینطور ما از خواهان بازگشایی بلافاصله صومعه هالکی هستیم در نزدیکی استانبول. ما به همه این پیشرفت ها در واقع ارزش قائلیم، اما هنوز بیشتر میخوایم. 2018 متاسفانه کامل نبوده، خیلی رژیم های سرکوبگر، گروه های خشونتبار و همینطور گروه های افراد اومدن این آزادی های مظلومی رو ازشون گرفتن و بدونید که من این رو میگم، ایالات متحده شاهد کارتونه و شما پاسخگو خواهید بود. در ایران مخالفت و سرکوب بهائیان، مسیحیان و دیگران همچنان وجدان ها رو تحت تاثیر قرار میده. در ایران، در روسیه، در این به اصطلاح شاهدان یهوه که به شدت و واقعا بی خود دارن به عنوان تروریست بهشون لقب دادن، اونا دارن سرکوب میشن. در برمه روهینگیا، مسلمان روهینگیا، صدها هزار نفر همچنان تحت خشونت نظامی هستن و صدها هزار نفر رفتن به نیر اردوگاه‌های پناهندگان. در چین همچنین افرادی از تعقیب یا سرکوب افراد ادیان مختلف از جمله مسیحیان، مسلمانان و غیره، همچون بودایی ها ادامه داره و در واقع اونها اون حزب فقط میخواد بگه که اون من خدا هستم، حزب کمونیست رو داره میگه. در شینجیانگ، در استان شینجیانگ مخصوصا اتفاقات خیلی زیادی افتاده، ولی خب مردم زیاد خبر ندارن. ما میخوایم یک بخش جدید رو اضافه کردیم، یک فصل جدید رو اضافه کردیم برای گزارش امروز، اما ما در این مورد ساکت نخواهیم بود، بلکه تا زمانی که بدونیم که آزادی مانند ما به اصطلاح حفظ میشه. میگم بهتون در آخر میخوام بگم چرا اینقدر مهمه برای ما. این در واقع یک دیدار دیگه در سطح وزیران که در ماه ژوئیه میزبانش خواهم بود در مورد آزادی مذهبی بعد از این برگزار خواهد شد و ما امسال هزار نفر یا تا حدود هزار نفر به اینجا خواهم اومد. اینها در واقع ماموریتشون رو برای آزادی مذهبی در واقع بیان خواهند کرد و من یکی از اونها خواهم بود و همینطور در مورد کنفرانس آزادی مذهبی رو در واقع برگزار خواهیم که در اون تقریبا از هر جای جهان فعالان مذهبی، طرفداران آزادی دین و از همه جای جهان فعالان رو گرد هم میاریم تا در مورد آزادی های بنیادین حقوق بشر صحبت بکنن. من انقدر سال گذشته موفق بود این همایش که همون موقع گفتم میخوام یک بار دیگه بکنیم، اما کاری که ما انجام دادیم اونجا متوقف نشد. هم امارات متحده عربی و هم تایوان رهبری خارق العاده و چشمگیری رو با میزبانی کنفرانس های بعدی از خودشون نشون دادن و صندوق آزادی مذهبی که ما اون موقع برای حمایت از قربانیان سرکوب ها تشکیل دادیم در واقع ادامه پیدا کرد کارش. من واقعا چشم برای این هستم که بتونم این رو خیلی زودتر با همین پیشرفت ادامه بدم. حالا من از دوستم آقای سم برانبک خواهش می‌کنم که بیان و صحبت بکنن.